to not allow a witness, a document, no witnesses. جلوگیری از حضور شاهدان، استفاده از یک مدرک و برگزاری یک استیضاح بدون شاهد و مدارک یک تراژدی عظیم است. یکی از بدترین تراژدی هاست که سنا تا کنون تجربه کرده. America will remember this day, unfortunately. سنای آمریکا تبرئه ترامپ را کلید زد. شاهدان تازه به جلسه استیضاح فراخوانده نمی شوند. در 60 دقیقه امشب از میهمانان برنامه می‌پرسیم آیا دونالد ترامپ پرونده استیضاح را به نفع خود تمام می‌کند؟ همچنین در برنامه امشب خیلی اهل شکایت نیستیم، اما گلایه داریم از دوستان و مقامات که در جریان جزئیات کارهای ما هستند، ولی به گونه‌ای سخن میگن که کنهو اطلاعی ندارد. اختلاف دولت و شورای نگهبان بر سر غربال نامزدهای انتخابات. شورای نگهبان گفته کارش نظارت بر انتخابات است، نه اجرای پرشوران. بعد از دو ماه بحران سیاسی و اعتراضهای خیابانی، محمد علاوی نخست وزیر جدید عراق شد. پیوند هنرمندان ایرانی و آمریکایی برای صلح. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سنای آمریکا در مورد پرونده استیضاح دونالد ترامپ رأی صادر کرده که میتواند به تبرئه او منجر شود. شرایطی دل سرد کننده برای مخالفان رئیس جمهوری آمریکا، خصوصا دموکرات های کنگره. اکثریت سناتورها با فراخواندن چند شاهد جدید به جلسه استیضاح مخالفت کردند. شاهدانی که میتوانستند کار آقای ترامپ را مشکل کنند. آقای ترامپ متهم است که تلاش کرده تا از اعطای کمک‌های مالی آمریکا به یک کشور خارجی برای بدنام کردن رقیب سیاسی خود بهره برداری کند. در سنا دو نفر از جمهوری‌خواهان همراه با تمام دموکرات‌ها خواهان احضار شهود بودند، ولی عدد آنها کمتر از اکثریت جمهوری‌خواه بود. با این وصف میتوان پرونده استیضاح را تمام شده دانست. استیضاح تا اینجا لطمه‌ای هم به دونالد ترامپ زده. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از شبنم شعبانی. Are there any senators in the chamber wishing to change his or her vote? If not, the yeas are 49. The nays are 51. شاید نفسگیرترین دقایق برای رئیس جمهوری آمریکا در روند استیضاحش. The motion is not agreed to. سناتورها 51-49 رأی دادند که لازم نیست شاهدی برای ادامه بررسی‌ها به صحن سنا بیاید. نتیجه‌ای که با توجه به اکثریت سنا پیش بینی می‌شد، اما در ساعات پیش از رأی‌گیری احتمال پیوستن شماری از جمهوری‌خواهان به جبهه مخالفان دور از انتظار نبود. از 4 سناتور جمهوری‌خواهی که گفته بودند با آوردن شهود موافقند، فقط میت رامنی و سوزان کالینز رأی موافق دادند. رأیی که دیگر چالشی برای برکناری رئیس جمهوری آمریکا باقی نمی‌گذارد. نفس راحتی برای اردوگاه جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ که بعد از این رأی برای گذراندن آخر هفته از کاخ سفید بیرون می رود. دموکرات ها برای احضار شهود به دادگاه تلاش بسیار کردند. آنها جمهوری خواهان را متهم می کنند که با جلوگیری از شهادت افراد در روند استیضاح تلاش دارند بر کرده های رئیس جمهوری سرپوش بگذارند. جلوگیری از حضور شاهدان، استفاده از یک مدرک و برگزاری یک استیضاح بدون شاهد و مدارک یک تراژدی عظیم است. یکی از بدترین تراژدی هاست که سنا تا کنون تجربه کرده. آمریکا این روز را به خاطر خواهد سپرد. روزی که شوربختانه سنا به وظایف خود عمل نکرد، از حقیقت فرار کرد و همراه این محاکمه شرم‌آور شد. نگاه ها به ویژه در یک هفته اخیر معطوف به مشاور امنیت ملی اخراجی آقای ترامپ بود. جان بولتون بخشی از وقایعی را که طی حضورش در دولت تجربه کرده به تازگی در کتابی آورده که هنوز برای عموم منتشر نشده. نیویورک تایمز اما میگوید او در کتابش آورده که رئیس جمهوری در دستوری مستقیم از او خواسته بود کمک نظامی به اوکراین را در ازای به دست آوردن اطلاعات علیه جو بایدن رقیب انتخاباتی احتمالیش معلق کند. شهادت جان بولتون می توانست نقطه عطفی در روند استیضاح باشد و راه برای تبرئه دونالد ترامپ را دشوار کند.
حالا دیگر بعید است تا روز چهارشنبه که در سنا رأی‌گیری نهایی در برکناری یا تبرئه رئیس جمهوری برقرار است، دستاندازی حضور دونالد ترامپ در قدرت را به چالش بکشد. شبنم شعبانی، بی بی سی. دو مهمان داریم، بیژن کیان عضو حزب جمهوری خواه و از طرفداران دونالد ترامپ از اورنج کانتی لس آنجلس با ما هستند و همینطور مهمان دیگر ما شایان سمیعی تحلیلگر مسائل آمریکا و روابط ایران و آمریکا از واشنگتن. سوال اول رو از آقای سمیعی میپرسم، از نظر شما خطر از سر دونالد ترامپ گذشته؟ با درود خدمت جناب علی و جناب کیان، بایستی عرض بکنم که فعلا بله، آقای ترامپ فعلا میتونه بگه که از این مرحله گذر کرده. چرا؟ چون که حالا به لطف جمهوری خواهان بوده یا حالا در آینده چقدر این مسئله براشون سنگین تمام بشه، ولی در حال حاضر خطر از سر ایشون گذشته. اما باید ببینیم که در چند ماه آینده دموکرات ها چگونه میتونن از این مسئله استفاده بکنن و یا آیا میتونن استفاده بکنن یا خیر. آیا کیان شما چی فکر میکنید؟ آیا آنچه که الان رقم خورده کار رو فیصله شده و تمام شده به نفع آقای ترامپ رقم میزنه؟ ببینید، کار تا وقتی که فیصله پیدا نکنه فیصله پیدا نکرد. بنابراین باید صبر بکنیم تا پایان کار. در سیاست یک دقیقه هم زمان بسیار طولانی است، هر اتفاقی ممکن است بیفتد. بنابراین ما پیش بینی نمی کنیم که دقیقاً چه خواهد شد، ولی خیلی راحت پیش بینی کردنش که با توجه به، چون میدونید که همه چیز در کنگره آمریکا ارتباط با ریاضیات و شمارش آرا و تعداد کسانی که موافق و یا مخالف مطلبی هستند اندازه‌گیری میشه. اگر به این اندازه‌گیری توجه بکنیم و اگر این اندازه‌گیری همین رأیی که در مورد درخواست حضور از شهود و ارائه کردن مدارک جدید یا بیشتر گرفته شد، شاید علامتی باشد که به احتمال بسیار زیاد روز چهارشنبه و شاید حتی قبل از روز سه‌شنبه که نقطه سالیانه وضعیت دولت ایالات متحده رو ریاست جمهور قرار است که در کنگره تشریح بکنند، شاید این داستان استیزا به پایان خودش برسه. ولی من یک کمی بیشتر از اون چه که دوست عزیز و محترم هم شایان سبیعی اشاره کردن پیش میرم و فکر میکنم که آثار این زخم سیاسی و بدنه سیاست آمریکا تا زمانی باقی بماند. این زخم سیاسی به این زودی التیام پیدا نخواهد کرد. آقای سمیعی، اگر خب شهود حاضر می شدن و می اومدن چه اتفاقی می افتاد؟ ببینید، اگر شهود می آمدن، به فرض دموکرات ها علاقه داشتند که آقای جان بولتون و آقای میک مولوینی که در حال حاضر سرپرست کارمندان کاخ سفید هستن، رئیس دفتر آقای ترامپ هستن، ایشون رو بیارن و با اینها صحبت بکنن و از اینها سوال و جواب بگیرن. اما جمهوری خواهان هم در اون طرف میگفتن ما هم میخواهیم که آقای جو بایدن و پسر ایشون که در گذشته در شرکتی در اوکراین کار میکرده و فعالیت داشته بیاریم و بخوایم رفتار ناشایست یا نابایست ایشون رو مورد چالش قرار بدیم. این یه مقداری مسئله رو برای هر دو طرف بغرنج میکرد. حالا فرای این که چقدر ممکن بود کدوم یکی از این آقایون یا کدوم یکی از این شهود به طرف مورد علاقهشون زدمه بزنه یا نزنه، اون رو اگر در نظر نگیریم، هر دو طرف میخواستن که اینجوری با همدیگه یک دوئلی داشته باشن. جمهوری خواها به این نتیجه رسیدند که برای ما ارزش این رو نداره که ما بخوایم این وقت رو صرف بکنیم و سر آخر هم که ما میدونیم تعداد بیشتری آرا داریم و رئیس جمهور هم به نظر ما کاری نکرده که قابل برکناری از دفتر کار باشه. هر چقدر هم رفتار ایشون ممکنه تقبیح آمیز باشه به نظر جمهوری خواهان، میگفتن نباید از دفتر کار برکنار بشه. فراتر از همه اونها میگن ما 10 ماه دیگه به انتخابات بیشتر نداریم، پس اجازه بدیم مردم این تصمیم رو بگیرن تا ما بخوایم تصمیم بگیریم. جمع‌بندی اینا نشان میده که دموکرات ها در یک مخمصه ای قرار گرفته بودن.
آقای کیان، گفتید که آثار این زخم تا مدت‌ها باقی میمونه. پیامدی برای شخص آقای ترامپ داره؟ پیامدش میتونه بسیار مثبت باشه. ببینید، وقتی نگاه کنیم به تاریخ میبینیم که در زمان آقای نیکسون، درجه محبوبیت آقای نیکسون حدود شاید 25% بود در آمریکا. امروز می‌بینیم که درجه محبوبیت آقای ترامپ برخلاف همه فعالیت‌ها، که من فکر نمی‌کنم چیزی باقی مانده باشه که از حیثیت و اعتبار یک شخص بشود که کم کرد، البته ایشان خودشان هم کمک می‌کنند با نوع صحبتشان و نوع رفتارشون، ولی فکر نمی‌کنم که ضربه‌ای نمانده باشه که به ایشان سعی نکرده باشند که بزنند. و با تمام اینها امروز درجه محبوبیت ایشان حدود 40%، حالا بعضی از آمار ممکنه که این روی کمی بیشتر کمی کمتر نشون بدن، ولی فوق‌العاده تفاوت داره با زمان آقای نیکسون. و شما میپرسید که تأثیرش چه هست؟ تأثیرش ممکنه این باشه که مردم آمریکا بگویند که نه، این کار درستی نبود، این کار درستی نبود که یک کسی مورد اتهام قرار بگیره ولی محاکمه نشه، و یک کسی مورد اتهام قرار بگیره و محاکمه بشه. این رو که وقتی بهش نگاه میکنیم شاید به این برسیم که رای دهنده آمریکایی وقتی تصمیم میگیره که پای صندوق رای بره، این مطلب رو به خاطر بیاره، چه دموکرات باشه و چه جمهوری خواه باشه. ببینید، آمریکایی ها روحیه ورزشیشون رو شاید بشه استفاده کرد، البته سیاست با ورزش قابل مقایسه نیست، ولی روحیه ورزشی آمریکایی ها رو وقتی بررسی کنیم ببینیم که اینا دوست ندارن رقابت ناسالم ببینن. اینها دوست ندارن کسی برای کسی پشت پا بگیره در ورزش. و این تصویری است که دقیقا همونه. ببینید، دموکرات ها متهم میکنن رئیس جمهور رو که از قدرت دفترش استفاده کرده. خب کنگره هم از قدرت سیاسیش استفاده کرده، و این وسط کسی که ممکنه خطا کرده باشه اصلا محاکمی در کار نیست، سوالی هم در کار نیست. خب آمریکایی ها به این توجه میکنن، ما باهوش هستن، بسیار باهوش. آقای سمیعی، شاید حضور آقای ترامپ بیشتر از هر کشوری در خارج از آمریکا بر ایرانیان تأثیر گذاشته باشه. بسیاری در ایران نگاهشون به این استیضاح بود. شما چی فکر میکنید؟ آیا آنچه که الان رخ داده 10 ماه به انتخابات موقعیت آقای ترامپ رو در انتخابات تقویت میکنه؟ بستگی داره. ببینید، چون دموکرات ها در حال حاضر از همین یکی دو روز دیگه شروع میکنن به انتخابات مقدماتیشون که بتونن کاندیدایی که مقابل آقای ترامپ قرار بگیره رو انتخاب بکنن. اگر دموکرات ها بتونن به تعامل خیلی فوری فوتی در مورد اینکه چه کسی کاندیداشون باشه برسن، تا اینی که بخواد این مسئله تا ماه ژوئن یا ژوئیه طول بکشه، میتونن این مسئله استیضاح یا رفتار بد آقای ترامپ رو زنده نگه دارن و ازش استفاده بهینه بکنن. ولی در حال حاضر آقای ترامپ خودشون رو، موقعیت خودشون رو بهتر شده میدونن. چرا؟ چون میگن که دموکرات ها اون چه که در چنته داشتن رو هم بر من ریختن و به طرف من حمله ور شدن، ولی نتونستن منو از دفتر کار ببرن کنار. یکی از دلایلی که به نظر من رهبر اکثریت مجلس سنا این رأی نهایی رو روز چهارشنبه گذاشته، فکر میکنم که میخواست یک حالت تعاملی رو درست بکنه که به آقای ترامپ این فرصت رو نده که در جلسه سخنرانی روز سه‌شنبه خودش بخواد خیلی هم مغرورانه صحبت بکنه و بگه که شما هر کاری دلتونم میخواست کردید ولی من هنوز سر جای خودم هستم. یه مقداری میخواست که آقای ترامپ رو دعوت بکنه که یک صحبت فراگیر داشته باشن. ولی به نظر من در حال حاضر موقعیت آقای ترامپ ممکنه که موقعیت تقویت شده تری باشه. اگر دموکرات ها بتونن این مسئله رو بر علیه ایشون زنده نگه دارن، ممکنه که بتونن ازش استفاده بهینه بکنن. و ضمناً رفتار خود آقای ترامپ رو هم بایستی در نظر بگیریم. اما در ایران آمده بودن و این رو اصطلاحاً فکر میکردن که خیلی سریع و آقای ترامپ دارن استیضاح میکنن، ایشون رو میخوان وردارن. ولی به نظر من افرادی که در داخل ایران هستن، به خصوص آقای ظریف و افرادی هست که در امریکا زندگی کردن، سیستم اینجا رو میدونن و میدونستن از دقیقه اول که همچین چیزی امکان پذیر نیست.
آقای کیان فرمودید که سیاست چندان امری قابل پیش بینی نیست، ولی به میزان محبوبیت آقای ترامپ اشاره کردید، آمار و ارقام از نظر اقتصادی کم و بیش به گونه ای است که آقای ترامپ میگه به نفع اوست، دستاوردهای او رو نشون میده. از همین حالا اگر اتفاق خارق العاده ای نیفته، میشه آقای ترامپ رو برنده انتخابات بعدی حساب کرد؟ من همون عرضم رو تکرار میکنم برای شما و بینندگان بسیار محترم که اصولا پیشبینی در سیاست کاریست که مشکله و بایستی صبر کرد و در حتی آخرین لحظه ها شما شاهد اتفاقاتی که در آخرین دوره انتخابات در سال 2016 بودید، همه ما شاهد بودیم. ارقام باور نکردنی پیروزی کاندیدای دیگری رو همه اعلام میکردن، کسانی که مورد اعتماد هستند و پیشبینی آنها اعتبار دارد میگفتن که نه 80%، 90%. و دیدیم که چقدر ما همه متعجب شدیم از اینی که این اتفاق افتاد. البته برای من تعجبی نبود، چون آیه موسوی من سپت شما و بینندگان محترم عرض میکنم که من چون بعضی وقتا سیاست رو بایستی به کمک فیزیک به وهمم، فکر میکنم که در سیاست و به خصوص در آمریکا درست مثل همون حرکت پاندول هستش که وقتی به ضرب به یک سو حرکت داده میشه به مرکز برمیگرده و درست همون فاصله ای رو که در حرکت اول طی کرده در جهت مخالف طی میکنه. من این رو در سال 2016 دیدم و در سال 2020 هم میبینم، ولی مفهومش متفاوته. در 2016 اکثر من به یک سری سیاست های لیبرال و شاید نوآوری هایی که مردم آمریکا دل خوشی از اونها نداشتن، ولی در امسال ممکنه که حرکت پاندول درست برعکس بره و آقای برنی سندرز که درست در نقطه مقابل آقای ترامپ قرار گرفته به عنوان کاندیدا انتخاب بشه، به عنوان کاندیدای حزب انتخاب بشه. در اون صورت اگر مقابله بین آقای ترامپ و آقای سندرز باشه، من با اطمینان با توجه به اون چه که در این 40 سال در زمینه کار انتخاباتی مشغولش بودیم، به نظر من آقای ترامپ برنده حتمی و بسیار بسیار موفق این کار. سپاسگزارم از بیژن کیان، عضو حزب جمهوری خواه، از طرفداران دونالد ترامپ از اورنج کانتی لس آنجلس با ما، همینطور شایان سمیعی تحلیلگر مسائل آمریکا و روابط ایران و آمریکا از واشنگتن پایتخت آمریکا با ما. سخنگوی شورای نگهبان در تازه ترین اظهار نظر از تایید صلاحیت 2000 نفر دیگر از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس ایران خبر داده. صلاحیت این افراد پیش از این رد شده بود. دولت و شورای نگهبان مدتی است بر سر رد صلاحیت نامزدها اختلاف دارند، در حالی که اصلاح طلبان میگویند نامزدهای شاخص آنها تایید صلاحیت نشدند، اصولگرایان بر سر فهرست‌های انتخاباتی توافق کردند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. پایان مرحله اول بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در 11th دوره مجلس ایران. سخنگوی شورای نگهبان میگوید به تعداد تایید صلاحیت شده ها اضافه شده. نزدیک 2000 نفر اضافه شد به تاییدهای شورای نگهبان که خب یک روالی است، روال قانونی همیشه داریم. رد صلاحیت های گسترده انتقاد هایی در پی داشته، اما سخنگوی شورای نگهبان از کسانی که صاحب نظران سیاسی میخواند خواست در اظهار نظرهایشان عجله نکنند. بسیاری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس به دلیل آنچه نداشتن التزام به نظام خوانده شده رد صلاحیت شدند. عدم التزام یعنی اینکه شما عملا بخشی از احکام رو، حالا در حوزه اسلام احکام اسلامی رو رعایت نمی، مفهومش این نیست که شما خدا نکرده مسلمان نیستی. ثبت نام انتخابات چی؟ علی مطهری نماینده تهران در مجلس یکی از کسانی است که به دلیل التزام نداشتن به نظام رد صلاحیت شده. او گفته هر چه فکر کرده که کجا التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی نداشته، چیزی به خاطرش نیامده و احتمالاً منظور از نظام رهبر جمهوری اسلامی است. از مجموع 81 اصلاح طلب شاخص در ایران، 50 نفر آنها در دوره اول بررسی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، موضوعی که انتقاد حسن روحانی را در پی داشت. اینکه انتخابات نمیشه که مثل اینکه شما توی یه مغازه از یک جنسی 2000 تا بذارید دیگه، آقا تنوع 2000 تا، آقا این یه جنسه، اون ورش چی؟ تنوع میخوان مردم،
تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن. این گفته ها با واکنش تازه شورای نگهبان روبرو شده. آقای کدخدایی گفته وظیفه شورای نگهبان نظارت بر اجرای سالم انتخابات است، نه برگزاری پرشور انتخابات. حسین کمالی رئیس شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب به نقل از سخنگوی حزب کارگزاران گفته در 158 حوزه هیچ نامزدی از اصلاح طلبان تایید صلاحیت نشده و رقابتی وجود ندارد. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان برخورد آنها با داوطلبان اصلاح طلب را نیازمند اصلاح دانسته. مسئله‌ای که حمیدرضا ترقی نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه آن را مظلوم نمایی اصلاح طلبان خوانده و گفته 134 نامزد شاخص آنها تایید صلاحیت شدند. 20 روز مانده به انتخابات مجلس، از یک سو تعداد زیادی از داوطلبان مستقل، اصولگرا و اصلاح طلب رد صلاحیت شدند و از سوی دیگر بعد از اعتراض‌های آبان و اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به دست سپاه پاسداران، عده‌ای از مدافعان پیشین شرکت در انتخابات هم به نظر می‌رسد تمایلی به رأی دادن نداشته باشند. فرین آسمی، بی بی سی. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس فرانسه با ما هستند. آقای توفیقی، چقدر فضا آماده است خصوصا بعد از تحولات آبان و آنچه که بعد از کشته شدن آقای سلیمانی رخ داد؟ اصلا فضای انتخاباتی هست از نظر شما؟ نه، من فکر میکنم که اون وضعیتی که ما در سالیان گذشته شاهدش بودیم از یکی دو ماه قبل از انتخابات، یک فضای نسبتاً گرمی در جامعه ایجاد میشد و گروه‌های مختلف خودشون رو برای شرکت در انتخابات آماده میکردن. البته من فکر میکنم باید قبل از کشته شدن آقای سلیمانی برگشت. از دی 96 تا الان عملاً دامنه اعتراضات در جامعه به گونه ای افزایش پیدا کرده که به نظر من همین هم هست که نگرانی هایی رو برای مسئولین جمهوری اسلامی ایجاد کرده، چون اونها بررسی های میدانی میکنن و نبض جامعه رو میسنجن و میبینن که فضا سرد هستش و به نظر نمیاد که چندان استقبالی از این انتخابات وجود داشته باشه. از بعضی از اصلاح طلبان نقل شده که اونها دیگه تقریبا امیدی به این انتخابات ندارند. هیچ نوعی از رقابت رو میشه در این انتخابات پیش بینی کرد، حالا در حد و اندازه هایی که متناسب باشه با این انتخابات؟ والا ببینید، اساسا انتخابات در جمهوری اسلامی هرگز به اون مفهوم واقعی خودش نبوده، یعنی رسم انتخابات وجود نداشته اما اسم انتخابات همیشه بوده. خب تا الان هم بجز اصلاح طلبان و اصولگرایان سایر اقشار جامعه، چون ما فقط نمیتونیم بپذیریم که دو طیف سیاسی در جامعه ما وجود داشته باشه، طیف‌های مختلفی وجود داره که متاسفانه اونها هرگز امکان حضور در انتخابات رو نداشتن. من فکر میکنم در شرایط فعلی که فیلترها به حدی تنگ شده، که امثال حتی آقای مطهری هم که فرزند یکی از بنیانگذاران اصلی جمهوری اسلامی است از این فیلتر عبور نکرده، من تصور میکنم که این علائم خوبی رو برای اصلاح طلبان در واقع مخابره نمیکنه. در نهایت انتخابات احتمالاً برگزار میشه، تعدادی از افراد هم به عنوان نمایندگان مجلس به مجلس راه پیدا خواهند کرد. آیا آنچه که جمهوری اسلامی توقع داشت از این حرکت سیاسی به اون خواهد رسید؟ خواسته حاکمیت، خصوصا هسته سخت حاکمیت برآورده میشه؟ ببینید، در جمهوری اسلامی انتخابات برای انتخابات نیست، یعنی برای این نیست که افکار و گروه‌های مختلف در جایی به اسم پارلمان افکار اونها تجلی پیدا بکنه و در اداری امور جامعه به کار بیاد. جمهوری اسلامی انتخابات رو عملاً برای در خارج، برای کسب مشروعیت بین المللی که بگه من دارای پایگاه اجتماعی هستم، از لحاظ سیاسی مشروعیت دارم، و در داخل هم نوعی شبه دموکراسی و بازی به نظر من فریب افکار عمومی است که مردم احساس کنن در سرنوشت خودشون نقش دارن، در حالی که تجربه 40 سال گذشته نشون داده که مجلس نه تنها در رأس امور نیست، بلکه به قول خود نمایندگان مجلس در ته امور هم
قرار نداره. اما اون چه که من فکر میکنم این هستش که با توجه به دامنه نوسان درصد انتخابات در جمهوری اسلامی بین 50 تا 70 درصد بوده، تصور میکنم که این دوره به دلیل شرایط خاصی که جامعه ما داره، اعتراضات عمیقی که ما دیدیم 85 درصد بر اساس بررسی ایسپا از شرایط موجود و از نظام موجود ناراضی هستن، همه اینها به نظر من باعث خواهد شد که برای اولین بار درصدش مشارکت مردم به زیر 50 درصد بیفته و خب این طبیعتاً نگرانی‌های عمیقی رو با توجه به شکاف‌های گسترده اجتماعی برای حاکمان جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ممنونم از آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ما. برهم صالح رئیس جمهوری عراق محمد توفیق علوی را به عنوان نخست وزیر جدید برگزیده. انتصاب آقای علوی بعد از دو ماه بن‌بست سیاسی، ماه‌ها اعتراض خیابانی و کنارگیری عادل عبدالمهدی است. محمد علوی تا زمانی که انتخابات زود هنگام برگزار شود، اداره امور اجرایی را بر عهده می‌گیرد. او یک ماه فرصت دارد تا دولتی جدید تشکیل دهد. و گفته به صدای معترضان گوش خواهد کرد. اما منتقدان می‌گویند او همان خط و مشی دولت قبلی را پی خواهد گرفت. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد از بغداد با ماست. نفیسه، بن‌بست شکسته یا وارد یک مرحله دیگه از جدال‌های سیاسی خواهیم شد؟ جمال، به نظر نمی‌رسه که خیلی مشکلات و معضلات عراق با این انتخاب هم قابل حل باشه. یک قدم به جلو گذاشته شده، اون هم این که به هر حال یک سرپرستی برای یه پست نخست وزیری مشخص شده، کسی که قرار دولت رو تشکیل بده و یک سری از تصمیمات رو بگیره، از جمله حالا تشکیل دولت و وضعیت سیاسی، وضعیت نیروهای خارجی در عراق مورد بحثه. اما همین الان ما داریم می‌بینیم که آنچه که خواسته بعضی از تظاهر کننده ها بود همچنان برآورده نشده. جالبه که اسم آقای علوی قبلا در بین فهرست اون 5 نفری بود که تظاهر کننده ها در میدان تحریر حتی پوسترش رو نصب کرده بودن با عنوان کسی که میخوان، نامزدی که میخوان نامزد نخست وزیری بشه و جای آقای عادل عبدالمهدی رو بگیره. اما به محض اینکه گروه ائتلاف بنا یا همون فتح سابق در پارلمان اعلام کرد که از این نامزد حمایت خواهد کرد، بخشی از تظاهر کننده ها علیه آقای علاوی شدن. گروه صدر از آقای علاوی همچنین حمایت کرده که بخشی از الان تظاهر کننده ها در میدان تحریر میگن که حمایت این دو طرف باعث شده که آقای علاوی رویش خط زبدر قرمز زده بشه از طرف گروهی از تظاهر کننده. همین الان عکس هاش رو با همون خط زبدر قرمز دارن در خیابان حمل میکنن. اما میدونیم که گروهی از طرفدارهای آقای صدر هم بلا فاصله وارد میدان شدن. این بار کسایی که خودشون بخشی از تظاهر کننده ها بودن، این بار دارن علیه گروه دیگه از تظاهر کننده ها در میدان تحریر عمل میکنن، اونطور که کسانی که اونجا هستن هم به ما گفتن. برای همین هم هست که به نظر نمیرسه که عراق رو بتونه به این راحتی ها از بحران خارج بکنه، به خاطر اینکه خواسته ها متفاوت هست، خواسته های گروه های مختلف متفاوت هست و خیلی گره های زیادی پیش پا داره آقای علاوی برای باز کردن. ممنونم از نفیسه کوهنورد، همکارم از بغداد با ما. بر اساس گزارش سازمان ملل که به دست دو خبرگزاری غربی رسیده، حوثی‌های یمن به تسلیحات تازه‌ای دست یافتند که شبیه تسلیحات ساخت ایران هستند. در حال حاضر یمن به دلیل درگیری در یک جنگ داخلی با تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل روبروست. گزارش اخیر را کارشناسانی تهیه کردند که کار نظارت بر ممنوعیت فروش سلاح به حوثی‌ها را بر عهده دارند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. این گلوله ها که حوثی ها در منطقه نهم یمن به سوی ارتش وفادار به دولت مرکزی شلیک می کنند، از کجا می آیند؟ این پرسش در تمامی سالهای جنگ داخلی یمن منشأ یک جنجال بین المللی بوده. حوثی ها می گویند که تسلیحات را به غنیمت می گیرند، شبیه به این تانک که متعلق به ارتش بوده و بر اساس ویدئوی تازه‌ای که حوثی‌ها منتشر کردند، کنترلش به دست این گروه شبه نظامی افتاده.
اما بر اساس گزارش تازه‌ای که کارشناسان سازمان ملل منتشر کردند، دست کم بخشی از تسهیلات جدید این گروه به تسلیحات ساخت ایران شباهت دارند و به این گمان دامن می‌زنند که ایران تحریم تسلیحاتی حوثی‌ها را زیر پا گذاشته است. یمن در حال حاضر کشور یکپارچه‌ای نیست. حوثی‌ها قسمت قرمز را کنترل می‌کنند و دولت تمامی متحدانش بخش‌های نارنجی رنگ را. اما نکته مهم این است که ایران و یمن با هم مرزی ندارند. بر اساس آنچه در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده، این احتمال مطرح شده که ایران از اینجا، یعنی کشور عمان، سلاح را به داخل یمن و مناطق تحت کنترل دولت قاچاق کند و از آنجا بعد از عبور از مناطق شرقی یمن تسلیحات را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها برساند. از زمانی که شبه نظامیان حوثی موفق شدند کنترل پایتخت و بخش مهمی از کشور را به دست بگیرند، 5 سالی گذشته. حالا دیگر خیابان‌های صنعا پایتخت یمن تحت کنترل گروه انصارالله یا همان حوثی‌ها این شکلی است. زندگی جریان دارد و انگار نه انگار کشور 5 سالی است اسیر جنگ داخلی است. و البته گروه حاکم هر بار که اراده کند مراسمی اینچنین نیز برگزار می کند. نمایش خیابانی هواداران، این یکی مثلا همین هفته گذشته برگزار شده علیه طرح صلح آمریکا برای اسرائیل و فلسطین. اما برای این گروه که آن سوی گلوله های حوثی ها قرار گرفتند، ماجرا شکل دیگری دارد. اینها ارتش ملی یمن هستند، کسانی که به عبدرب و منصور هادی وفادارند و میخواهند کنترل سراسر کشور را بار دیگر به دست بگیرند. این دسته که با حمایت ارتش های عربستان، امارات، مصر و بحرین با حوثی ها می جنگند، می گویند که حوثی ها از حمایت ایران برخوردارند و حالا گزارش سازمان ملل نیز می تواند به اثبات این ادعا کمک کند. اگرچه در گزارش اخیر گفته نشده که ایران به شکل مستقیم در ارسال سلاح به حوثی ها دست دارد، اما تاکید شده که حوثی ها اخیراً از پهپادها و موشک های استفاده کردند که تکنولوژی آن در دست ایران است. این گزارش در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌گیرد تا در ارتباط با آن تصمیم گیری کند. کیوان حسینی، بی بی سی. نیمه شب جمعه به وقت اروپای مرکزی، بریتانیا در میان جشن و اعتراض رسماً بعد از 47 سال اتحادیه اروپا را ترک کرد. طرفداران برگزیت با سرود خواندن و تکان دادن پرچم این لحظه تاریخی را گرامی داشتند. در بعضی نقاط دیگر از جمله در ادینبورگ مرکز اسکاتلند، مخالفان خروج به این اتفاق اعتراض کردند. حزب ملی اسکاتلند SNP خواهان برگزاری یک همه‌پرسی دوم برای استقلال اسکاتلند شده، چرا که معتقد است اسکاتلند برخلاف ملیش در کنار بقیه بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کرده. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. این آخرین شمارش معکوس است. به این ترتیب ساعت 11 شب 31 ژانویه 2020 به وقت لندن، بریتانیا پس از نیم قرن با هم بودن از اتحادیه اروپا جدا شد. طرفداران برگزیت در گوشه و کنار کشور این لحظه را جشن گرفتند. صدها نفر از آنها روبروی پارلمان بریتانیا جمع شده بودند تا با این مرد، نایجل فراج، رهبر حزب برگزیت، به استقبال این موعد تاریخی بروند. جنگ تموم شد. ما برنده شدیم. و ما حالا نخست وزیر کاریزماتیکی به نام بروس جانسون رو داریم که همه حرفای درست رو میزنه. باورم نمیشه ما این همه مدت اروپا رو تحمل کردیم. اون همه توهینی که به ما، به نخست وزیرمون، به کشورمون و به ملکمون کردن. حالا از دستشون خلاص شدیم. تموم شد. این انگلیسه. ما کشورمون رو پس گرفتیم. برای بسیاری از طرفداران برگزیت این شب، شب استقلال بریتانیا بود. در 3 سال و 7 ماه و 8 روز پس از همه پرسی تا این شب، بارها نگران شده بودند که این لحظه ممکن است هیچ وقت نرسد. ولی آن شادی ها تنها نیمی از داستان است. همچنان نیمی از مردم بریتانیا ترجیح می‌دهند کشورشان در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند.
بعضی از آنها با روشن کردن شمع این شب را به سوگواری گذراندند. مخالفان برگزیت همچنین این آهنگ را به پرفروش‌ترین آهنگ هفته در بریتانیا تبدیل کردند. کورال شادی از سمفونی شماره 9 بتوون که آهنگ رسمی اتحادیه اروپا است. شاید اوج اعتراض‌ها و ناراحتی از برگزیت در اسکاتلند بود، جایی که طرفداران حزب ملی اسکاتلند SNP خواهان استقلال از بریتانیا شدند تا دوباره عضو اتحادیه اروپا شوند. واقعیت اینه که تنها راه بازگشت اسکاتلند به اتحادیه اروپا اینه که ما استقلالمون رو دوباره به دست بیاریم. من خیلی ناراحتم به خاطر برگزیت، ولی خوشبین هم هستم که اسکاتلند امکان عضویت دوباره در اتحادیه اروپا رو پیدا کنه و میتونه آینده بهتر از بریتانیای برگزیت زده داشته باشه. در بروکسل پرچم بریتانیا را شبانه با احترام از نهادهای اتحادیه اروپا به پایین آوردند، پرچمی که حالا به موزه این اتحادیه منتقل می‌شود. اتفاق افتادن برگزیت، بوریس جانسون امیدوار است به رای دهندگان ثابت کرده باشد که وعده‌هایش باد هوا نبوده، ولی نخست وزیر بریتانیا حالا با انبوهی از تصمیم‌های سخت و سرنوشت ساز درباره رابطه آینده این کشور با اتحادیه اروپا، با آمریکا، با چین و هند و با بقیه دنیا روبروست. شیشه عمر هیچ سیاستمداری آنقدرها هم نشکن نیست. بهرنگ تاجدین، BBC، دفتر نخست وزیر بریتانیا در داونینگ استریت لندن. بهرنگ تاجدین خبرنگار ما از مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا در داونینگ استریت لندن با ماست. بهرنگ، یک مرحله، یک فصل بسته شده، ولی به نظر میاد که معرکه های زیادی پیش روست، خصوصا پیش روی دولت. دقیقاً، بوریس جانسون ممکنه به کار بردن کلمه برگزیت رو برای دولت ممنوع کرده باشه، ولی واقعیت اینه که با چند سری چالش مختلف مواجهه در طول ماه‌ها و سال‌های آینده که شاید ستای مهمش اینها باشه. چالش اول رسیدن به یک توافقی با اتحادیه اروپا ظرف 7-8 ماه آینده است در مورد روابط تجاری آینده دو طرف. آقای جانسون صحبت از این کرده که به دنبال بستن یک قرارداد تجارت آزاد ساده است، قراردادی که فقط کالاها رو پوشش میده. دو تا مشکل هست. مشکل اول اینه که 80% اقتصاد بریتانیا خدماته، مسائلی مثل بانکداری، مثل بیمه، و بریتانیا یک مقدار زیادی از اینها رو صادر میکنه. اگر اینها توی قرارداد آینده نباشه، این میتونه به یک بخش بزرگی از اقتصاد بریتانیا ضربه بزنه. در مورد خود کالاها هم فقط بحث تعرفه و عوارض واردات و صادرات گمرکی نیست، بلکه مسئله اینه که اگر که بریتانیا بخواد بعد از خروج از اتحادیه اروپا استانداردها و قوانین متفاوتی داشته باشه، کلی کاغذبازی اضافه میشه، اینها هزینه اضافه میکنه، اینها و ممکنه شرکت‌های بریتانیا در واقع مزیت تجاریشون رو از دست بدن. این دوباره میتونه به اقتصاد بریتانیا ضربه بزنه. چالش دوم آقای جانسون بحث تمامیت ارضی و یکپارچگی بریتانیا است، کشوری که از انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده. ایرلند شمالی جایی که خودش دچار اختلافات داخلی بین کاتولیکایی که خودشون رو ایرلندی میدونن و پروتستان‌هایی که خودشون رو بریتانیایی میدونن. این احزاب همه الان با هم جمع شدن و همه با این برگزیتی که انجام شده مخالفن. و در اسکاتلند یک سال و اندی دیگه قرار انتخابات پارلمانی برگزار بشه و اگر حزب SNP همونطور که انتظار میره با این شعار که میخواد یک رفراندوم دیگه برگزار کنه تا نه تنها اسکاتلند رو از بریتانیا بیاره بیرون، بلکه به اتحادیه اروپا دوباره بپیونده، در اون شرایط آقای جانسون با این معضل مواجه میشه که اگرچه اختیار برگزاری یک همچین رفراندومی با پارلمان بریتانیا و دولت بریتانیا است، ولی در عمل وایستادن جلوی حرف مردم اسکاتلند کار خیلی سختیه. و چالش سوم اینه که آقای جانسون انتخابات یک ماه و نیم پیش رو با کمک یک سری از رای دهنده های سنتی حزب کارگر در یک سری از در واقع فقیرترین مناطق شمال انگلستان، جاهایی که کارخونه ها بسته شدن، معادن تعطیل شدن، با رأی اینها تونست تو اون انتخابات برنده بشه و به یک اکثریت قاطع برسه و اون رأی دهنده ها توقعات زیادی دارن که عمل به اون توقعات در شرایطی که رشد اقتصادی کند شده یا حتی منفی شده کار خیلی خیلی دشواریه.
ممنونم از بهرنگ تاجدین از مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا در خیابان داونینگ. مقام های چین میگویند که ویروس کرونا تاکنون جان حدود 260 نفر را گرفته و دست کم 12,000 نفر به آن مبتلا شدند. آمریکا و استرالیا ورود مسافران چینی را ممنوع کردند و شماری از کشورها مرزهای خود را با چین بستند. پزشکان و پرستاران در هنگ کنگ اعتصاب کردند و از دولت می‌خواهند مرز با سرزمین اصلی را ببندد. چین هر روز بیشتر ایزوله می‌شود. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید این راهش نیست و بستن مرزهای رسمی مقابله با ویروس را دشوارتر می‌کند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. به خاطر کودک خردسالش مقابل پلیس چین ایستاده. دختر مبتلا به لوسمی است. ظرفیت بیمارستان‌های شهر ووهان پر است. دخترش را جواب کردند. ما فقط می‌خوایم بریم جیانگشی به یک بیمارستان بزرگتر تا دکترها دخترم را معاینه کنند. دخترم سرطان داره، می‌فهمید؟ تمام بدنش درد می‌کنه. مردم ووهان بیش از یک هفته است که هم زندانبان هستند و هم زندانی. قرار است به زودی بیمارستان‌های بزرگی اینجا ساخته شود. ظرف یک هفته آینده. فرسنگ‌ها دورتر، شرکتی فنلاندی شبانه روز کار می‌کند تا دستگاه‌های تهویه بیمارستان را تحویل چین بدهد. فرصتی تاریخی برای تجارت در میان بحران. ما 5 برابر ظرفیتمون تولید می‌کنیم و با 2 پرواز در هفته دستگاه‌ها را تحویل چین می‌دهیم. همزمان کشورها یکی پس از دیگری پروازها از چین را محدود می‌کنند. مهمترین آنها آمریکا. ارتباط این دو اقتصاد بزرگ جهان هم حالا گرفتار ویروس کرونا شده. امریکا ورود اتباع خارجی را که در 2 هفته اخیر به چین سفر کردند ممنوع کرده. امریکایی هایی که از استان هوبی در چین به کشورشان برمیگردند هم 2 هفته قرنطینه می شوند. شاهد کاهش چشمگیر میزان سفر از امریکا به چین و برعکس از چین به امریکا بودیم. این اقدام امریکا واکنش تند چین را در پی داشته. استرالیا هم محدودیت‌های مشابه آمریکا برای ورود چینی‌ها و مسافران از چین گذاشته. مغولستان مرز خود را با چین بسته. مسافرت به سنگاپور، ایتالیا و ویتنام هم محدود شده. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی هم هشدار می‌دهد این کارها فایده ندارد که هیچ کنترل شیوع ویروس را هم سخت می‌کند. ممکن است به نظر بیاد که محدودیت واکنشی منطقی است. اینطور به نظر میاد که خطری ما رو تهدید میکنه. پس بهتره که خودمون رو زندانی کنیم تا در امان بمونیم. اما واقعیت اینه که در گذشته و در موارد مشابه مثل ابولا وقتی افراد تصمیم میگرفتن که سفر کنند به هر ترتیب این کار رو انجام میدادن. اگر راه‌ها و مرزهای رسمی باز نباشه افراد از راه‌های غیر قانونی سفر می‌کنن. این یعنی اونها رو از کنترل خارج می‌کنه. اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت در ایران هم قرار است پروازها بین ایران و چین متوقف شوند. هنوز مسئولان ایرانی موردی از ابتلا به ویروس کرونا اعلام نکردند. هیچ کشوری در دنیا نیست که بتونه کاری بکنه که اصلا ویروس واردش نشه. شما الان می‌بینید که کشورهای پیشرفته دنیا هم موارد ابتلای به این بیماری رو گزارش کردن. احتمالاً ظرف روزها و هفته‌های آینده ما هم مواردی از ابتلای به این بیماری داشته باشیم. دانش ما درباره ویروس کرونا که از ووهان چین آمده هنوز محدود است. بخشی از ترس هم از همین جا ناشی می‌شود. این نمودار ویروس کرونا را با دیگر ویروس‌های مشابه مقایسه می‌کند. هرچه در نمودار بالاتر می رویم، ویروس کشنده تر می شود. هرچه به طرف راست حرکت می کنیم، ویروس سریع تر منتقل می شود. اینها دیگر ویروس ها از خانواده کرونا هستند، مرس و سارس. ابولا کشنده تر از این دو بود، اما سرعت شیوعش کم بود. ویروس آبل مرغان در مقایسه خیلی سریع منتقل می شود، اما تقریبا اصلا کشنده نیست. دانشمندان بر این باورند که ویروس کرونا ووهان در این جای نمودار قرار دارد و میزان کشنده بودنش از مرس و سارس و ابولا کمتر است. دختر مبتلا به لوسمی حالا از زندان ووهان رهایی پیدا کرده. ولی به نظر می‌رسد جهان هنوز در شوک است. وقتی ترس از ویروس از بین برود، شاید مواجهه با این ویروس مرگبار حتی برای این مأموران گوش به فرمان هم آسان تر شود. شیدا هوشمندی، BBC.
وزارت صحت افغانستان برای 4 فرودگاه بزرگ تیم‌های بهداشتی و اتاق قرنطینه در نظر گرفته. مسئولان این وزارتخانه می‌گویند در 8 روز گذشته بیشتر از 170 مسافر از چین به کابل آمدند، اما هیچ کدام به این ویروس آلوده نبودند. پروازهای مستقیم بین افغانستان و چین حدود 2 هفته است که متوقف شده و مسافران با پروازهای غیر مستقیم به این کشور سفر می‌کنند. نسرین نوا خبرنگار ما به فرودگاه کابل رفته و با ماموران بهداشتی و مسافرانی که از چین برگشتند صحبت کرد. اینجا ورودی بخش دخولی میدان هوایی کابل هست و مسافران از پروازهای خارجی از این قسمت وارد سالن دخولی میشن. پس از اینکه مسافران وارد این سالن میشن، در یک قسمتی از سالن با تیم بهداشتی وزارت صحت روبرو میشن، جایی که از آنها پرسیده میشه که آیا شما از چین به کابل آمدین یا حداقل ظرف 15 روز سفری به چین داشتین یا خیر. اگر کسی از چین آمده باشه، پس از اینکه دکتر موظف اینجا تشخیص میده، اینجا باید مورد معاینه قرار بگیره. اینجا میزی که متعلق به این تیم بهداشتی هست داره امکانات کمی هست، مثل ضد عفونی کننده، بعضی ترمومتر برای سنجش تب، وسیله نمونه‌گیر، مثلا دستکش، ماسک و یک سری وسایل دیگه. کسانی که اینجا برای معاینه متوقف میشن توسط همین امکانات محدود مورد معاینه قرار میگن. من میخوایم که از دکتر جبران بپرسم که این معاینات با این امکانات کم چطور اتفاق میفته؟ مسافر که از چین میاد طبیعی چینی هستن، ما اینجا پرسان میکنیم آیا از چین آمدن و که 15 روز گذشته در چین بودن. اینجا که آمدن ما از خود چک لیست داریم، بعد وسایل که اونا رو چک میکنیم، ترمومیتر هست، مثلا تروسکوپ هست که ازشان سواب میگیریم. بعدا اگر از 38 نشده پین الا 39 بالاتر میباشه تبشان، اونا رو تحت قرنطینه قرار میتیم. اما مسافران چقدر از این کار وزارت صحت راضی هست؟ اینجا کنار من آقای اقبال هست، کسی که خودش از چین به کابل برگشته. آیا راضی هستین؟ فکر میکنین این طور معاینه کردن میتونه کاری رو حل بکنه؟ بله بله، بسیار خوب است. معاینه در چین هم که هست، در میدانه هوایی چین هم که ما رفتیم همین قسم معاینه میکردن. شما از کدام شهر چین آمدین و چه مدت اونجا بودین؟ از شانگهای آمدم. چه مدت اونجا بودین؟ من 3 سال میشه که زندگی میکنم. تا فعلا طی این 8 روز بیشتر از 170 مسافر از چین به میدان هوایی کابل آمده و اینجا نامش ثبت شده و دکترها به مدت 15 روز با تماس‌ها از این مسافرها احوال میگیرن که آیا کدام نشانه‌ای براشون پیدا شده یا خیر. اینجا اگر کسی با این علایم که مثل آبریزش دهان و بینی هست، تب بالا هست، سرفه و عطسه هست، اگر با این علایم تشخیص بشه، فورا به اتاق پشت سر من و گوشه یک اتاقی هست به نام اتاق قرنطین برده میشه و اونجا باید منتظر باشه تا اینکه تمام مسافرین سالن را ترک بکنن و بعد این فرد به بیمارستان انتانی کابل منتقل میشه. با وجود تمام این اهتمامات و این اقدامات، هنوز هم هیچ امکانات و تجهیزاتی برای تشخیص ویروس کرونا در افغانستان نیست، با وجودی که این ویروس به چندین کشور منطقه هم رسیده. نسرین نوا بود، همکارم در فرودگاه کابل، که درباره اقدامات دولت افغانستان برای مبارزه با ویروس جدید کرونا گزارش میداد. و اما پیوند آواز نام موزیک ویدیویی است، کار مشترک هنرمندان ایرانی و آمریکایی که ساخت اون بیشتر از 1 سال طول کشیده و حاوی پیام صلح به 2 زبان انگلیسی و فارسی است. گروه ایندیگو دریمرز همزمان با آغاز افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا شروع به ساخت موسیقی این موزیک ویدیو کرد و از هنرمندان ایرانی برای مشارکت در اون دعوت کرد، از جمله فراواز فروردین. این موزیک ویدیو که دیروز منتشر شده به طور اختصاصی در اختیار بی بی سی فارسی قرار گرفته. همیشه در کودکی وقتی سر صف ما رو مجبور می‌کردند که به کشورهای دیگه دشنام بدیم، همیشه این برام غیر قابل درک و آزاردهنده بود. و وقتی بزرگتر شدم فکر کردم که ای کاش بتونم یک روزی از طریق موسیقی دوستی، محبت و پرچم سفید صلح رو به نوبه خودم به مردم کشورهای دیگه نشون بدم. Was created by sound, and now we're just songs playing in it. Sine waves and frequencies, we're just ancient cosmic energy.
پیشنهاد خوندن این ترانه به من داده شد و گفتن که باید هم‌آوازی بکنم با یک خواننده آمریکایی. بسیار خوشحال شدم برای اینکه این آغازی بود برای از بین بردن این دشمنی که همیشه دولت مردان ما سعی کردن که در دل ما بکارن. بیا با هم سکوت و بشکنی، هم صدا آواز بخونی، بی صدایی درد بزرگیه، میمیریم مگه نخونی. وقتی که من این پروژه رو قبول کردم خیلی خوشحال و راضی و خوشنود بودم. فراواز اون زمان ایران بود و به این گروه پیوست، به ما پیوست، به جمع ما پیوست و بعد از اون استاد اردشیر فرح به جمع ما پیوست. دیگه واقعا این کار عالی و کامل شد. شعر این آهنگ خانم جیمی کریگ گفتن طبق گفته خودشون چند وقت پیش داشتن مطالعاتی در زمینه فیزیک اتمی میکردن. به نظرشون اومد که چطور همه ما انسانها در پایه، در اصل همه یکی هستیم، همه از یک نوع ساخته شدیم و این تشویقشون کرد یک شعری بنویسن که در مورد برابری و یگانگی مردم. واقعا از آهنگسازی و انتخاب هارمونیایی که در تنظیم آهنگ استفاده شده بود خوش آمد، ولی من وقتی آهنگ رو شنیدم فکر کردم که گیتار الکتریک بیشتر به این آهنگ میخوره. بعد اون الکتریک گیتار حالت آهنگ رو به کل عوض کرد و آقای پور تماسبی هم با خانم جیمی اونا هم یه سمت متفاوتی رفتن برای تنظیم این آهنگ. گزارشی بود از سیامک محیط‌زاده. فراواز خواننده و مسئول کارزار حق آواز زنان که خواننده بخش فارسی این موزیک ویدیو هست و کمی هم صحبت کرد، همین الان از مونیخ با ماست در آلمان. خانم فراواز از علاقتون گفتید در این گزارش، ولی چطور شد که شما این گروه رو پیدا کردید یا اونها شما رو پیدا کردند؟ درود بر شما. خب من با بچه‌های اعضای این گروه سالها دوست بودیم، همچنین با ترانه سرای قسمت فارسی آهنگ و این باعث شد که خب باعث بشه که ما با هم آشنا بشیم و این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. کما به شما نگاه سیاسی و اجتماعی هم دارید به قضایا، کمپینی دارید، با توجه به تنش‌های سیاسی که بین ایران و آمریکا هست این چقدر کمک کرد به شما یا کار رو به این شکل پیش برد؟ ببینین اولا که این کار موسیقی خیلی زیبایی داره، ترانه بسیار زیبایی داره و خواننده بسیار خوش‌صدایی داره و حضور استاد اردشیر فرح که برای هر کسی، فکر کنم برای همه ما ایرانی ها و همچنین خیلی از ما غیر ایرانی ها خیلی هیجان انگیزه که بتونیم هم آوازی بکنیم با صدای ساز ایشون. همه اینها باعث شد که من بخوام تو این کار حضور داشته باشم و کیه که دلش نخواد که از صلح و مهربانی و همچنین چیزهای زیبایی دلش نخواد آواز بخونه و همه اینها باعث شد که من دلم بخواد این کار رو بکنم و فکر میکنم که قطعا انجام دادن همچین کارهایی که از یک همچنین خصایص انسانی صحبت میکنه قطعا میتونه که یکم باعث بشه که ما حداقل به یک صلح درونی برسیم و بتونیم بعد از اون با دنیای پیرانمون اون آشتی بکنیم و شاید همین ذرات کوچک مهربانی باعث بشه که دنیای ما از این دنیای وحشی که هست یکم عوض بشه و اتفاقات بهتری در جهان برای همه ماها بیفته. ایندیگو دریمرز گروه فعالی، ویدیوهای متعددی، موزیک ویدیوهای متعددی بیرون دادن. آقای اردشیر فرح هم همینطور در بازار آمریکا از جمله سرشناس‌ترین ها هستند. این یک تک آهنگه یا اینکه میخواید مثلا گسترده ترش بکنید تبدیل بشه به یک آلبوم مثلا؟ من فکر میکنم دوستان قصد دارن که یک آلبومی رو انجام بدن و من فعلا تو این یک قطعه حضور داشتم تا ببینیم در بعد چی میشه. فعلا خیلی
فکر نکردیم که قراره که چه اتفاقی در آینده بیفته. خودتون هم البته خب تلاش میکنید به خاطر اینکه از حق آواز زنان دفاع بکنید در ایران، فکر میکنید که کارهای مثل این شما رو کمک میکنه برای رسیدن به اون هدفتون؟ ببینید، من فکر میکنم این سرکوبی که ماها تو ایران شدیم، مخصوصا ما خانوم ها، خیلی باعث شده که بترسیم که حرف بزنیم، بترسیم که آواز بخونیم. و من فکر میکنم که این ترانه داره میگه که ما باید آواز بخونیم، ما باید حرف بزنیم و ما نباید بترسیم که مشکلاتمون رو، حرفامون رو بزنیم. و امیدوارم که همه ما زنها جرأت بکنیم حرف بزنیم، آواز بخونیم و این رهایی و این بلند شدن همه صداهایی که مخصوصا تو این 40 سال سرکوب شده باعث بشه که راه برای تمام زنان سرزمین من باز بشه و ما هم بتونیم مثل مردم جهان شاد باشیم و خوشحال و رها و آوازخوان و آزاد. بسیار خوب. انیماتورایی که در این کار همکاری کردن از ایران همکاری کردن، بیشتر اونها بودن که فرا خونده شدن به این کار. وقتی من نگاه کردم به انیمیشن، المانای از تهران، از ایران توش هست، مثلا یکی دو تا لوکیشن که به نظر میاد منظورشون اینه که ایرانه، ولی یه شباهت هایی هم به نیویورک داره. شما که با اونها کار کردید چی میخواستن بگن با این تصویر پردازی؟ ببینید، چون من موقع که این کار رو خوندم ایران بودم و خب بقیه دوستان امریکا بودن و ما خواستیم بگیم که این پیوند ما در هر جای جهان که حضور داشته باشیم هست و بچه ها تو ایران متاسفانه ما نمیتونیم اسمشون رو بگیم. خیلی ممنون، من دستبوس همشون هستم، همشون واقعا تلاش کردن که این پیام صلح رو ما بتونیم به بهترین شکل ممکن به گوش همه برسونیم و سعی کردیم که نشون بدیم که درسته که ما ایرانی ها همه یه جوری از همدیگه دوریم، ولی همچنان سعی میکنیم که رابطه همون رو حفظ بکنیم، هم با خود ما، هم با مردم دیگر کشورها که همیشه خیلی دلشون نمیخواست ما با همدیگه خوب باشیم. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه، ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید. با آرزوی موفقیت برای شما، فراواز، خواننده و مسئول کارزار حق آواز زنان که از مونیخ با ما هستند. فهم ممنون از شما که تا این لحظه با برنامه 60 دقیقه همراهی کردید.